مدرسه زندگی فارسی تقدیم می کند. حتی بعد از نوشتن یازده کتاب و بردن چندین جایزه مشهور، مایا آنجلو نمیتونست از این شک آزارنده رها بشه که واقعا لیاقت دستاورداشو نداشته. آلبرت انشتن هم تجربه مشابهی داشت. درباره خودش گفته من یه شیاد بی اختیار و ارادم و اینکه کارش ارزش این همه توجه رو نداشته. دستاورد در سطح آنجلو یا انشتن نادره ولی این احساس متقلب بودن به شدت شایع. چرا خیلی از ما نمیتونیم از این حس رها بشیم که دستاوردامونو خودمون به دست نیاوردیم؟ یا اینکه ایده ها و مهارت هامون شایسته توجه دیگران نیست. روانشناسی به نام پالین روز کلانس اولین کسی بود که این حس عدم امنیت بی خودی رو مطالعه کرد. در کار روان درمانیش متوجه شد خیلی از دانشجوهای دوره لیسانس یه نگرانی مشترک دارن. با وجود نمرات بالا حس میکنن لیاقت قبول شدن تو دانشگاه ها نداشتن. بعضیاشون حتی فکر میکردن که اشتباهی تو روند پذیرش دانشگاه پیش امده. کلنس می دونست این ترسا بی است ولی یادش اومد خودش هم در دوران بعد لیسانس همین حس داشته. کلنس و مراجعینش چیزی رو تجربه می کردن که چند تا اسم پیدا کرده. پدیده این پاستر، تجربه خودحق بازپنداری یا سندروم این پاستر. کلنس با همکارش سوزان آیمز خود متقلب پنداری رو در دانشجوها و اساتید خانم در دانشگاه مطالعه کرد. مطالعاتشون یک احساس شایع و نافذ تقلب در این گروه رو نشون داد. بعد از اون مطالعه یافته های مشابه در هر دو جنس همه نژادها سنین و طیف وسیع از مشاغل دیده شد. هرچند شاید در گروه های محروم از امکانات یا محروم از صدای اجتماعی این پدیده بیشتر باشه. اگه بهش بگیم سندروم در واقع شیوع بالا و عمومی بودنش رو درست نشون ندادیم این بیماری یا یه حالت غیر عادی نیست و الزامن به افسردگی، استراب یا عزت نفس پایین مرتبط نیست. پس این احساس شیاد بودن از کجا میاد؟ کسانی که مهارت و دستاورد بالا دارن معمولا فکر میکنن دیگران هم مهارت همسط اونا دارن. این فکر میتونه به اینجا بکشه که خودشون لیاقت افتخارات و امکانات بیشتر از دیگران رو ندارن. و مثل آنجلو و انشتن هیچ ساعتی از دستاورد این احساس رو خاموش و آروم نمی کنه. اما احساس متقلب بودن محدود به آدمای خیلی ماهر هم نمیشه. همه مستعد پدیده ای هستند به نام نادانی دست جمعی. یعنی هر کدوم ما در خلوت به خودمون شک داریم ولی فکر می کنیم در این احساس تنها هستیم. چون هیچ کس صداشو در نمیاره چون سخته بفهمیم همکارای ما برای دستاورداشون چقدر زحمت کشیدن اینکه بعضی کارا رو چقدر سخت میدونن و اینکه چقدر به خودشون شک دارن به همه این دلایل هیچ راه آسونی وجود نداره که از این حس خلاص بشیم که ما از اطرافیان ناتوان تریم. خود متقلب پنداری شدید ممکنه باعث بشه آدما ها ایده های خودشون رو اعلام نکنن یا برای مشاغل و رشته هایی که توش عالی هستن اپلای نکنن دست کم تا الان مطمئن ترین راه برای مقابله با سندروم این اینه که دربارش حرف بزنید. خیلیا که خودشونو متقلب میدونن میترسن اگه درباره عمل از دیگران بازخورد بگیرن ترس هاشون تایید بشه. و حتی وقتی بازخورد خوب میگیرن اغلب منجر به از بین رفتن حس حق باز بودنشون نمیشه. ولی از طرف دیگه شنیدن اینکه یه مشاور یا مربی خودش این حس رو تجربه کرده میتونه به تسکین این احساسات کمک کنه. در مورد همکارا و همشاگردی هم همین داستان صادقه. حتی همین که بدونیم این حسی اسمی داره میتونه یه تسکین باور نکردنی باشه. وقتی که این پدیده رو شناختید میتونید با خود حق بازپنداری خودتون بجنگید. اینجوری که بازخوردهای مثبت رو فهرست کنید و دوباره بهشون فکر کنید. دانشمندی که مدام خودش برای مشکلات تو آزمایشگاه سرزنش می کرد، شروع کرد به مستندسازی علتها هر بار که یه مشکل ایجاد می شد. نهایتا فهمید بیشتر این مشکلات ایراد دستگاه ها بوده و بالاخره شایستگی خودشو به رسمیت شناخت. شاید نتونیم این احساسات تمام و کمال کنار بذاریم ولی میتونیم درباره چالش های دانشگاهی یا حرفه راحت حرف بزنیم. هرچی بیشتر آگاه بشیم که این تجربیات چقدر شایعن شاید حس آزادی بیشتری بکنیم درباره حسمون رو راستتر باشیم و درباره چند تا حقیقت ساده اعتماد سازی کنیم اینکه با استعدادیم تواناییم و اینکه جدا افتاده و تنها نیستیم